تو سویچ و رو ماشین جا گذاشتی ها؟ متاسفم. ماشین رو دزدیدن. ببخشید اشتباه کردم، معذرت میخوام. حالا شما اگه حرفی دارین من میشنوم. بله. جا خالی تو چک به منزله دهنکجی به زننده سیلیه. آقا بریم. یه سوء تفاهم شده. هیچکی تا حالا جلوی عطا جا خالی نداده. سویچو بده. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ماشین من که رفت. جا خالی هم که میدی، انتظار داری حالا پیاده بریم خونه؟ هوشنگ. سویچو بده دیگه. باشه من نمیگم، ولی اینکه تو نمیگی دارم ترک میکنم و اینا بعد همه جنس تو جیبترم نمیفهمم. ما یه هایی که نمیشه. اینا کیان دیگه؟ عطا خواستگارای زیبا اومدن. ببین زهره، من دیگه پامو اونجا نمیذارم. برادر بزرگ عروس مرد. خب به خاطر بابا بیا که هی داره میگه عطا عطا. همش یه بار گفت. تو که اینقدر کینه ای نبودی عطا. باشه خدافظ. چی میگه؟ نمیاد دیگه، بهش برخورده. به اون برخورده؟ باید به من برخورده؟ عجب روی داره این داداشه تو. راجبه عطا درست حرف بزنه، تقصیر تو هم بود دیگه. من از دست تو هم ناراحتم. نه که این چیزی صوره. خودی تنت نشته میگفتی؟ چی گفتم؟ گفتی تو صندلی؟ آه تو هم وقت گیر آوردی ها. داداش من ناراحته، تو هم هی داری از این حرفا میزنی. من واقعا از دست ناراحتم. میگم دختر خوبیه. تکبودی و سطحیه. بله؟ تکبودیه. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفهم. زهره بابا میگه چی شد؟ گفتم که خیلی قده نمیاد. میگه گفتی من گفتم؟ بله گفتم. میگه پس میام. سعید جان تلفن. هوشنگ میخوای من جواب بدم؟ بابا من جواب میدم. بله سلام. گوشی سعید دوستته. دوست من؟ کدوم دوستا؟ نمیدونم اسمشو نگو. من نپرسیدم. بیا. نه نه بگو، صحبت نمی کنی. بگو سعید با تکنولوژی قهره. ای برو جواب بده دیگه. از من که با هیچی قهر نیستم، بیشتر با تلفن این برمار زنگ میزنی. حالا میگی با تکنولوژی قهره. پس برو ببینم. چه جذبه ای؟ نه بابا من بیشتر هارتو پرکیه. این از روحیه مدیریتی شما میاد. مال اونه. بله. سعید بیا دیگه، دستم افتاد. بله سلام. چی؟ چی رو تابلو نکن؟ چی شده؟ چی شده؟ تو کی هستی؟ منم حامه. تو اسم منو نگو، مجبور نیستی هرچی میشنوی یا تکرار کنی. تو میتونی فقط بشنوی. خب سعید کیه؟ هیچکی. یه رو بداری با تلفن حرف میزنی میگی هیچکی؟ نه نه، یکی از بچه محلاس قدیم. تو کی از اتاق رفتی بیرون که بچه محل پیدا کردی؟ من همیشه گفتم سعید روابط عمومیش خیلی قویه. خیلی، انقدر که هیچکی بهش زنگ نزده. الان خواستگاری تعطیل شده، همه به روبر این دیدنی ها دارن اینو نگاه میکنن. خب چی میگه؟ خب بسه دیگه سعید، انقدر خوب میکنی من نمیفهمم چی میگی. شاید دارم یه چیز خصوصی میگم بهش. خب ما نگرانت میشیم. تو حرفتو بزن بابا، ما چیکار به تو داریم؟ نه آخه به زور تکنولوژی میدین دست آدم، بعدم همه تو زول میزنیم به آدم نگاه میکنی. نه آیا 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 بابا چی شده؟ بابا بابا چی شده؟ بابا چی شده؟ چی شده؟ بابا آقا رزا، آقا رزا یه چی بابا علکی گفتم این طفل معصوم بود دوستش حرف بزن. اینو چی بابا؟ من برای اینکه جواب عوض کنه و یه وقتی علکی همطور حرف میزنه. بفرمایید ببخشید. تو کجایی الان؟ من تو کوچه‌تونم. بابا من میگم اسم منو جلو همون نمیبر، بعد تو میگی بیا بالا.
مگه من مهمونی اومدم؟ بودو بیا کارت دارم. چه میدونم؟ یعنی تو با این سن سالت میخوای بیای تو دم در باید به مامان دامار بدی؟ بودو بیا کارت دارم. دست عمو نگیری با خودت بیا پایین. یعنی چی که؟ همین الان بودو. باشه اومدم، خدافظ. کجا سعید؟ من دوستم دم دره، دارم میرم پیشش. خب بهش میگفتی بیاد بالا؟ دیدین که گفتم کار داشت. تو دوستی که این وقت شب بیاد در خونه نداشتی. منم دوستشم ولی هیچ وقت این وقت شب نمیام. چه بخشناس. خدافظ. هوشنگ برو ببین کیه. بس برش برم. با جزت. خوبی؟ ای بد نیستم. میگه میدونی چند وقت با هم دیگه تنها نبودیم؟ میشه حرفتونو بزنی؟ دوستت کیه؟ نمیتونم بگم. ای من پدرتم. نمیتونم، رازه. یعنی چی رازه؟ من امروز بزرگترین راز زندگیمو که اخراج شدن از شرکت بود به تو گفتم، تو نمیخوای به من بگی؟ خب نه دیگه، شما نگفتین که من خودم اونجا اومدم دیدم دیگه. شما اینجوری میکنی؟ هیچ، من پدرتم، خیلی نگرانم. خب نه دیگه، نگرانی نره که، من الان 22 سالمه، خودم حواسم هست. راست میگه، تو الان دیگه میفهمی چی درسته چی غلطه، منو به اعتماد دارم. برو برو دیگه سعید، برو. میرم دیگه، دستم برو. سعید من پدرتم، پشتتم، برو. باشه، موفق باشی. خب میرم، جایی نمیرم، همین دم درم. ببخشید اسمتون چی بود؟ هوشنگ. اشکالی نداره به اسم کوچیک صداتون کنم؟ نه راحت باش. هوشنگ میتونم ازت یه چیزی بپرسم؟ بپرس. دستشویی کجا؟ اینجا. ممنون. ببینم مگه نمیخواستی بری دستشویی؟ نه فهم میخواستم جاشو بدونم برای بعدها. چجوری میکنی تو؟ شما این دایی؟ یک ساعت من دارم عقب جلو میرم، چه نگاه نمی کنی؟ نشناختم. تو ماشین بابا تو نمیشناسی؟ نه آخه شما رو همیشه تو ماشین خودتون دیدم، عادت نداشتم مثلا، نفهمیدم. ولی ما خودمونم به اون عادت داشتیم، اگه بذاری. شما مگه قهر نکردین رفتی؟ من الانم قهرمم، این بابای خوبم نمیگو پس ها امکان نداشتم بیا. کجا داری میدی؟ من دوستم اومده، دارم میرم پیش دوستم. مگه دوستم داری؟ منم آدمم دیگه، نباید دوست داشته باشم این موقع شب. این وقت شب چی؟ تازه ده شبه دیر نیست؟ نه دیگه تازه ده شبه دیگه، بعدم همینجاست، اومده تو کوچه‌مون، دارم میرم اونجا. اصلا من واسه چی باید به این توضیح بدم؟ این چیه؟ بچه اسم داره ها. حتی ماشینو پارک کن الان میرن خواستگارا. سعید یه وقت دنبال دوستای ناباب نری ها. باشه. سلام.
فرید بود؟ آره. چه رو اومده گذاشته کنار؟ چیو گذاشته کنار؟ هیچی بابا. خودت خوبی؟ قربونت. چرا داری؟ هیچی بابا. کاری ندارم. دلم واسه تنگ شده. ما سه سال هم دیگر ندیدیم دلت تنگ نشد. اون وقت سه ساعت گذشته تو پارک هم دیگر دیدیم دلت تنگ شد. از سلامتی من تو پسر عمویی ما. اما چی میخوای؟ یه تومان داری بدی؟ یه هزار تومان؟ یه میلیون. یه میلیون هم من پول میخوای؟ صد هزار داری؟ تو همیشه صد تومان میخوای میگی یه تومان؟ وقتی میگم پول میگی یه میلیون معلومه به چلونالت صد تومان ازت در میاد. برو برده پیدی بوده. باز چی میخوای؟ صد بار که من نباید یه چیزی بگم باید دارم ترک میکنم دیگه. یعنی من صد تومان بهت پول بدم تو ترک میکنم؟ آره. ولی به نظرم میخوایم این مواد بخریم. نه نه قشنگ معلومه. آره میخوام برای مواد بخرم ترک کنم. ببین عصبی هستی. ببخشید حالم خوش نبود. مزاحم تو هم شدم. برو مهمون دارید زشته. آقای گفتی برو مهمون داریم دیگه. این پول نمیخوای دیگه ها؟ نه باید داره تحمل کنم. سخته. دفعه دیگه که منو ببینی یا حامد دیگه ای خواهی دید. خوشحالم برات. خداحافظ. خداحافظ. میشه آبه رو بدی من خودم برم بردارم؟ آبه رو من سه سال بیست تومن توشه نمیشه بردارش. برو اولو برده بیا. من نگفتیم خواهم تحمل کنم. غلط کردم. میری بیاری یا بزنم پای چشه؟ بابا کو؟ ما دیگه داری میاد این وری؟ نه بکنم آماده به ماشین سر بزنم. بابا ای چرا دست کن میدی؟ دیدم اون منو که نهیده. چه میدونم؟ اخه با چرا نیم؟ چه داری میخوای آمین؟ هیچی هیچی محکم بشه آمین؟ دست تو باشه الان میزنی یا؟ الان بابام بپرسین کی بود؟ من چی شما؟ رفیقم بود کار داشت سری رفت. رفیقم بود کار داشت سری رفت چی خود دهن درقم نمیگیرن که؟ یه رب دیگه بیا سر کوچه برو. در رو ببند. یه رب دیگه بیا سر. چی شده سعید؟ هیچی؟ حالت خوبه؟ آرامه. چرا از ماشین انداختت بیرون؟ نه نه ننداختم بیرون که من با عجله داشتم پیاده میشدم این پام گیر کرد لبه در خوردم زمین. دوستت کیه؟ گفتم دیگه. نگفتی؟ خب رازه. خب این یعنی نگفتی. نمیخوای بگی؟ چرا شما بگیم بگو میگم ولی خب خودتون گفتین رازو نباید بگی دیگه. راست میگه بسرم. آفر آیای سعید اومدم به دوستت بگم بیاد بالا. آره اتفاقا منم گفتم ولی اون خیلی عجله داشت معذرت خواست. بس چی؟ قرار داشت. با کی؟ نمیدونم سعید. میخوای بگو؟ نه نگو. نمیخواد بگی. سعید اول اسمش بگو. بعد دیسپلسی رو یک کمکی هم بکنن ها.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرم. کلاس چندومی عمو؟ خودت کلاس چندومی عمو؟ ای ارشیه جو پاش بر پیش مامانت قد عمو رو اذیت نکن پاشو. نه من عاشق بچه ها، خودم هنوز کودکی درونم بیداره. البته فکر نکنم کودک درون شما دیگه بخوابه. شما درآمدتون تو ما چقدره؟ حقوق پایم 800، با اضافه کاری و یارانه و اینا 1,000,000 میشه. خط فقر تو تهران 1.5 میلیونه. شما اومدی خواستگاری خواهر من میگی زور بزنم 1,000,000 در میارم؟ خط فقر چیه ماما؟ عزیزم مثل استخره، وقتی بالاشی میتونی نفس بکشی، زیرش که میری نمیتونی نفس بکشی. اینا الان چیه؟ اینا دقیقا الان در حال غواصی. من خودم تو آموزشگاه ما 1,000,000 در میارم بدون شاگرد خصوصی. با شاگرد خصوصی میشه 2,000,000، با حقوق آقای نعمتیان میشه 3,000,000. خوبه دیگه؟ خب به سلامتی، خوبه دیگه. ببخشید شما سر پیاز هستی یا ته پیاز که تست صادر میکنی؟ برادر بزرگترش اینجا این شیر نشسته، پدرش هم این شیر خوابیده. ما مخالفیم. حتی چرا کرت و پرت میگی؟ از این دوتا برن یه گوشه بیشنه من حرف بزنم، سنگاشونو با بکنم. خیلی ممنون صرف شده. بفرمایید. خیلی ممنون صرف شده. پس ما بریم حرف بزنیم. کجا؟ ما مخالفی ما. بابا جون شما هم سر زهره سخت نگرفتی این ملا سرمون اومد. البته کاریش هم نمیشه کرد، آدم که نباید یه سوراخ دوبار گزیده بشه که. زهره؟ زیاد سخت نگیر عطا جون، تو هم میخواستی زن بگیری، شرایطت همین بود دیگه. با زهره جون عطا وقتی اومد خواستگاری من کارواش داشت، ماشینم داشت. حالا من جمع کن بودم، کارواشش بزرگتر شد، ماشینش هم شاسی بلند شد. کدوم ماشین مامان رفت؟ البته منظور مامانم از ازدواج دایت ها ازدواج اولش بود. بله وقتی رفتی خواستگاری شیوا شاگرد خیاطی بابا بودی. خب حالا من اینجا نشستم هی شیوا شیوا میکنین. سارا؟ بله. یه رو بیا. میگم عطو جون ما چی کار کنیم؟ بالاخره بریم حرف بزنیم یا نه؟ شما اگه داداش بزرگت راضی نباشه چی کار میکنی؟ راستش آب نمیخورم. باشه جان بذار با هم حرف بزن. آره چون شما خواستی نه. باشه. سعید هیچ. تو گفتی بیا تو اتاق، بعد اینجا نشستی بر به من نگاه میکنی. سارا میدونی آخرین باری که با هم تنها بودیم کی بوده؟ نه اشکال نداره. پول داری یکم؟ پول؟ آره. پول میخوای چه کار؟ کار دارم. میخوای بده به این دوستت؟ نه. پس میخوای چه کار کنی؟ بدم به دوست دیگه. سعید این دوستا کیان؟ تو به برادر بزرگت اعتماد نداری؟ تو از من کوچیکتری یا؟ بزرگی که به سن نیست که. حالا ولش کن. تو به من اعتماد نداری؟ نه. نه؟ معلومه که نه. میگفتی من عاشق ریاضیم، رفتی دانشگاه سه ترم خوندی، گفتی سخته ول کردی. سربازی تو انقدر غیبت کردی که دو برابر بقیه طول کشید. سر هر کاری هم که میرفتی میگفتی خسته شدم، یه هفته هم نمیموندی میمدی بیرون. من به چیه تو باید اعتماد کنم سعید؟ اشکال نداره، میخواستم ازت ساعت بگیرم، حالا که بهم اعتماد نداری 65 بده. یه 35 تومنم خودم جور کردم. من بهت پول نمیدم. من برادرتم سارا، پس کی میخوای رابطمونو بهتر کنی؟ ببین سارا بین خودمون بمونم. پنج تومنش کمه. دست درد.
سعید. بله. وایسا. چی؟ مواظب خودت باش. باش. حالا برو. سلام. کسی که چیزی نفهمید؟ نه این هم از این چیه؟ پوله دیگه. تو فکر کردی من گدام برام پول خورد آوردی؟ اما قلک هموشی کس هم اینا توش بود دیگه. سعید تو خجالت نمیکشی با این سن و سالت قلک داری؟ نمیخوای داره خورد. سعید جون دستت درد نکنه، ببخشید. تو به خاطر من قلک تو شکوندی. خیلی مرد محال یادم. بیا این هم از اگه واسه ترکت لازم شد بفروشیش. من با تکنولوژی قهرم. آخه الان جایی بازه من اینو ببرم بفروشم؟ نه اینو من واسه بعدن گفتم. ببین سعید جان، آدم در حال ترک به پول نقد بیشتر احتیاج داره. من اینو الان ببرم بدم به این جنس ترک کردن میدم، دست درد نکنه که آوردی. یا ممنونتم سعید. من چون الان در حال ترکم یه ذره عجله دارم. برو پایین. میگه ترک کردنم عجله داره؟ بله، من چون عجله دارم باید سریع برم به ترکم برسم. ببینم تو کلن به جای کشیدن میگی ترک کردن ها؟ خیلی دیگه داری حرف میزنی. برو پایین. نه جدن واقعا میخوای ترک کنی؟ آره بابا، دفعه دیگه که ترک کنم حتما میام پیشت. سعید برو پایین دیگه، حتما باید بندازمت بیرون. باشه، ولی حامد این پوله که بهت دادم قرضه. میگه برو پایین دیگه بابا. عجله آقای ببین من این پوله را از سارا قرض گرفتم. ببخشید سر داد زدم و عذرخواهی میکنم. خیلی آقایی، خداحافظ. شما نمیخوای بری بازی کنی؟ نه. با چرا عمی جون؟ میخوام اینجا باشم. خب ما میخوام حرفامونو بزنی؟ راحت باشی. بله. خب آقای نعمتیان، شما تو زندگی به چی علاقه دارین؟ به خانوادم. و عمی جون تو نمیخوای بری؟ راحت باشی. خب تعریفتون از زندگی چیه؟ این حرفا چیه؟ دل خود سیری چن. چه قشن شعر خودتون بود؟ نه مال سهراب بود. اون سهراب؟ بله. خیلی شعر قشنگیه. بعد منظورتون از دل خوش چیه؟ اینکه یه سخفی باشه منو با هم زندگی کن. منظورتون چی از؟ بچه هم ایوا، عمه جون تو نمیخوای بری؟ نه راحت باشی. آقای نعمتیان شما خیلی تصویر قشنگی واسه من ترسیم کردی. شما از من سوال نداری؟ آخه من جلویش معذبم. راحت باش. میخواستم ببینم که شما به
علاقه داری؟ خب معلومه برادرزادم پاره تنمه. ایشونو نمیگم، اون یکی رو میگم. خاله یه سال دیگه بپرسی. من تو غذاها بیشتر از همه زرش پلو و مرغ دوست دارم. نه گفتم سوال بپرسی. میخواستم ببینم که چی شد به علاقه من شدی. راستشو بگم؟ حتما. خب شما صاف و ساده این، همچی مثل آب زلالین. وای ایو چی شد آقای نعمتیان؟ نفسم بالا نمیاد. ارشیا جون پاشو. راحتم، راحت باش. راستی من آشپزی من خوبه. وا من مردم، خودم غذا درست میکنم. فقط موقع آشپزی شما واسه من شعر بخون. براتون آواز میخونم. مگه بلدی؟ یه تر صدایی دارم. راست میگی؟ بله. به به به، هیچی بهتر از صدای خوش نیست. ما هممون خونوادگی یه ته صدایی داریم. من رو موسیقی بچه ها خیلی سخت گیر بودم. خب پس الان یه دهن بخون ببینی. ای بابا من دارم میگم با اصل ماجرا مخالفم، شما داری میگی یه دهن بخون. عطو جان زشت مهمونن، یه دهن میخونه میره دیگه. بخون بخون دیگه بابا، بذار بخونه. بخون بخون. بفرمایین دیگه آقای داماد، بفرمایین. میخوایم بذاریم برای یه شب دیگه؟ چرا یه شب دیگه؟ امشب شب خواستگاریه. آخه من یکم خجالتی هم. شما بخون، منم زیرش بات میام. او بابا شما نها، خواهش میکنم. باشه ما نمیخونیم و یه دفعه دیگه. آه راستی زیبا خانم، دوربین رو بیارین فیلم بگیرین. این فیلم از اون فیلم هاست که برای بچه هاتون هم خاطره میشه. راستی نعمتیان بفرمی. خیلی خوب آماده ایم. دنیا دیگه مثل تو نداره رو بخون. عمو جون بذار به انتخاب خودشون، فقط همه بی زحمت دو انگشتی دست بزنیم که مزاحم همسایه‌ها نشیم. شله شله. من فقط بعد از رو دفتر بخون. ای چه جالب، شما ترناتون تو دفتر مینویسین؟ بله. چه عالی، بفرمایی روشنه. بایدسه بایدازه بریم دیگه. او چه سات دی پیاغار می اولا شات می مورید، اولا شات می مورید، لوچینگرات دیس پیتات، لوچینگرات دیس پیتات، پیو دل جلو پیو دل مار می فرد سوردو میل مارتیر، فرد سوردو میل مارتیر. او چه سات دی پیاغار می اولا شات می موری، اولا شات می موری. ببخشید شادتر چیزی نداری؟ بله سانتا لوچیا رو بخون. باجسه سول ماره لوچیکا لاس دور دارجنتو بلاچی دالوندا پروسپرو ایل تنتو، سول ماره لوچیکا لاس دور دارجنتو بلاچی دالوندا prospero il tento venita la gile perché to mia santa lucia santa lucia venita la gile perché to mia
سانتا لوچیا، سانتا لوچیا. ببخشید با اجازه. خواهش میکنم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. زحمت دادیم خانم. خواهش میکنم، زحمت کشیدین. انشالله جبران کنیم. شما هم تشریف بیارید. چشم، حتما. خیلی خوشحال شدم. هرمز، به حرفایی که زدم خوب فکر کن. بعضی وقتا باید پرید. بپر بپر بپر. چشم، میپرم، ولی من اسمم هوشنگه. اینقدر درگیر اسم نباش، از روی اسمم بپر 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 بپر. چشم، حتما. دیدی چه صدای خوبی داره؟ آره اتفاقا الان داشتم همینو بهش میگفتم، گفتم تو شروع کردی به خوندن، من اصلا همه موهای دستم سیخ شد. نگاه کن. البته من امروز صدام گرم نکرده بودم، تازه صدای سردشون بوده. صدای سرد. ها چیه؟ چیه زوره؟ چی شده؟ ها چی شده؟ بعد ببخشید، داشتم عرض میکردم خدمتشون که حالا که همگی هستیم دور هم، تقویمم هست، بهتره تا وقتش رو تعیین کنیم. وقت چیو؟ بالاخره باید یه خطبه ای عقدی. بله سویچ من دستته. منظور سویچ ماشین منه؟ حالا هر چی بابا، نیست فعلا. یعنی چی نیست فعلا؟ سویچ ماشین منو چیکار کردی؟ آبا بهت گفتم، همون لحظه گذاشته بودم اونجا. خب بهت گفتم بردار اون از اونجا. دست خودت تو جیبته. آقای نعمتیان داشتن یه چیزی میگفتن. آقای نعمتیان شما چی میگفتی؟ ها ها ها. صبر کن صبر کن ببینم چی شد. تو سویچ ماشین منو چیکار کردی؟ یه عده دست یکی گم شده فعلا نیست. یعنی چی گم شده فعلا نیست؟ یه ساعت نشده ما سویچ ماشین رو نیست. حالا میگه گم شده فعلا نیست. خب ما حالا خب که ماشین تو پارک جلو در، ما که ماشینمون گم شده چی بگی؟ یه دقیقه ساکت باش ببینم آقای نعمتیان چی داره. آقای نعمتیان شما برای چی تقویمتون در آوردین بگید؟ همین گفتم که این وقت روزه. او که ساعت ده پیاگا. آقا چه خبره؟ زشت همسایه ها نصف شب اینجا تالار وحدت که نیست. خب راست میگه دیگه آقای نعمتیان، من دارم حرف میزنم یا شما میزنید زیر آواز نمیشه که. نه نه نه، من بهشون گفتم بخونم. آقا شما بی خود کردی. من دارم میگم این وسط، این سویچه، این لگن کجا بود؟ نزن نزن، خط میفته. این لگن هم ماشین خودتو درست ثابت کن. این لگن نبینم سویچه ماشین کجا. یعنی چی تو میگی میدونی ماشین کجا؟ تو میدونی همه جون؟ تو سویچه گذاشتی رو در ماشین من و خود پاشدی رفتی؟ من نزاشتم که. پس کی گذاشته؟ من یه سویچه داریم از اینجا. بگو اینا چطوری اومده؟ چه طرزی صحبت کردم با بچه هست؟ ببریم مامان جون. بری کنار. بیا مادر. چطوری؟ سویچ تو جیب بابا بود، بعد من در آوردم گذاشتم تو. آخه چرا؟ چرا عمو جون؟ چرا؟ خواستم اینم دوز برش میداره؟ عمو جون دفعه بعد خواستی ببینی دوز برمیداره یا نه، این کار رو ماشین بابای خودت امتحان کن، نه رو ماشین من. اونو که قبلا پسر گندبک شما رو ماشین ما امتحان کردن. شیرین جون، سعید که مخصوصا سویچ رو ماشین جا نذاشته، ولی این مخصوصا این کارو کرده. باش حرف بزن دیگه تکرار نکنه. اولا که این اسم داره، در سن این سویچ رو یه جوری گذاشت رو ماشین که ما 2 ساعت اون بالا بودیم هیچ اتفاقی واسه ماشین شما نیفتاد. اما پسر گنده شما یه جوری سویچ گذاشت رو ماشین ما که سرمون رو برگردونیم، برگشتیم دیدیم ماشین نیست. شیرین، قبل اینکه بیشتر از این به ما توهین بشه بیا بریم. بیا کنار ببینم. بابا یه دقیقه صبر کنی شیرین. یه دقیقه باش تو ببینم. آقای نعمتیان کجا رفتی؟ آقای نعمت چی می‌خواستی بگی؟ تقویم برای چی در آوردین شما؟ معلومه که تقویمو ولش کنیم. بس بفرمایید. بابا می‌خواد یه چیزی. بابا یه آخ دیگه. ای شیرین. اسم چی بود؟ هوشنگ. خدا حافظ هوشنگ. خدا حافظ. بپر بپر.
میگن زهره بابا هر رو دیدی وسط خیابون تقدیم شده هم برده بودش میخواست تاریخ عقد و من میکنم چه عجله ای حالا من که فرار نمی کنم همینجا اصلا ببینم میشه نمیشه میخوام نمیخوام دیر نمیشه که حالا تو وسط خیابون تقدیم تو در بیاره بخواه تاریخ عقد و معلوم حسابی پسندیدتت دیگه باشه حالا هرچی پسندیده باشه وسط خیابون جوشه آدم تقدیم شده در بیاره بخواه تاریخ عقد و معلوم بکنه ولی چه صدایی داشت این آقا دامار آره میگم بره من گفت برم تو گروهشون صدام هم سوپرانوه حالا فردا پا نشی بری کلاس سولفش ثبت نام بکنی بذار ببینیم چی میشه نه بابا من که حالا تصمیم قطعیمو نگرفتم سارا نبودیم بابای وسط خیابون تقدیم شده تو جیبش در بود میخواست تاریخ عقد و معلوم کنه من همینطور خجالت کشتم رفتم تو زمین آب شدم جلوی بابا تا قطع آخه چرا حول ندازم که آدم وسط خیابون تقدیم شده تو جیبش در میره بخواد تاریخ عقد و معلوم کنه از هم چیزی میشه بفرما زهر خانم بفرما این هم از عطا دفاع میکردی پسرش سویچ ماشین امانت رو گذاشته رو در آقا فهمیدم و انگار رنگا کسی سویچ رو میذاره رو در پسر خودتون بدشانسیم دیگه بدشانسیم پسر ما یه بار سویچ جا گذاشت رو در درجا ماشین رو بردن پسر برادرش ما سویچ رو گذاشته رو در ما انگار نگار هیچ اتفاقی نیفتاده واهوشنگ مثل این که ماشین خودمون بوده الان ناراحتی نبردنش راست میگی یا اصلا حواس واسه آدم نمیذاری خوشنگ بیل کن میگم دیدی پدره وسط خیابون این تقویم تو جیبش در بود میخواست تا قهد و ملاخه وای زیبا یه چیزی رو صد دفعه گفتی خوب خودت میگی خجالت کشیدی خب من هر دفعه میگم انگار نه انگار همینطوری آدم بیزوق نگاه میکنی الان شما دارین کجا نگاه میکنی آقا هوشنگ میگم برادر داماد جور خاصی نیست چرا؟ چرا؟ مثل نابقه هاست مخصوصا اون جایی که پدره وسط خیابون تقویمت تو جیبش در آورد میخواست تاریخ عقد و معلوم کن داییه میگه کارت ماشین رو بردار بیار چی شده مگه؟ مثل اینکه تصادف کرده Ba-b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 a